Hallo Leute, hallo Freunde, guten Abend. Wir beginnen mit Lektion 162. Als der Ders heute www.almanueparsi.com, der Website almanueparsi.com, یعنی .com, در ساب ترتیب لیست شدن میتونید استفاده کنید یا بهره بگیرید. خب ما رسیدیم به یک بخش خیلی خیلی مهم از زبان آلمانی و اون که بود. من گفتم در دست 160، دست 161 رو فقط یه توضیح دادم که چطوری از اینترنت استفاده کنید، یه سری سایت های خوب بهتون معرفی کردم و در درست 162 ادامه میدیم. بحث این صفات موصولی در واقع تو فارسی بهش میگن، خوشم نمیاد از این اسمایی که میذارن، اسمایی گرامری پیچیده، وای خدایا موصولی. و یه روشی که پیدا کردم که به آسونترین، راحتترین و بهترین حالت سریع یاد بگیرید و بتونید استفاده کنید. حالا اگر یکی دوست داره گرامرش خیلی خوب بشه، میتونه وقتی که یاد گرفت صحبت کرد برگرده گرامرم بخونه یاد بگیره. مثل اینکه شما فارسی رو یاد میگیرید، زبان مادریتون صحبت میکنید، بعدا میرید تو مدرسه گرامرم بعدا یاد میگیرید. گفتیم مردی که، این که گفتیم معنی داس نمیده. چرا؟ چون ما گفتیم مردی که، این ای که اینجا میاد نشون میده که ما این که بر میگرده به مرد، یا خانومی که، این ای که اینجا میاد بر میگرده، این که بر میگرده به این خانوم نشون میده، این ایه نشون میده که بر میگرده به خانوم. بچهی که، این ایه نشون میده که این که بر میگرده به بچه. بنابراین درمان، مردی که، درمان کما میذارید، فاصله میدید، در، این دره معنی که میده اینجا. مردی که مثلا اونجا نشسته پدر منه، مردی که چیکار داره اون کارو میکنه فلانی هست، مردی که اونجا خابیده فلانی هست، اینجوری. خانومی که، دی فراو کما فاصله دی. حالا بعدش این در که اومد، جمله بعد که میخوایم بیایم، این دره که معنی که میده در واقع این فعل رو میبره آخر، یعنی این آخر ورب میاد. حالا ما جمله میسازیم، فقط میخوام بگم قاعده کلی چی هست. دی فراو دی، دی هم به همین ترتیب فعل رو میبره چی؟ آخر. یعنی جمله بعدی که میخوام بگم، خانومی که، حالا یه جمله میخوام بگم، فعل این جمله باید بره آخر. به همین ترتیب بچه ای که، داس کیند کما خط فاصله داس فالش داس کیند داس، یه اس داره. خب اون داس اینجوری بذاری معنی که میده، ربطی به بر نمیگرده به چیزی. پس این داسه بدون دوتا اس، یعنی یه اس هست، بر میگرده به کیند. خب حالا بیایم اینجا بگیم خانومی رو که. بعضی مواقع ما میگیم خانومی رو که اونجا نشسته میبینی، بریم گفتم خانومی رو، یعنی در واقع شما مفعول دارید به کار میبرید، مفعول بیواسطه به اینا میگن تو فارسی. و خانومی رو که اونجا، خانومی رو که داره بچهشو میزنه اونجا میبینی، مثلا دیدن همیشه یه مفعول، من تو را میبینم، این را داره. خب تو را میبینم یا میبینمت، بعضی مواقع ما اون به جای را اون ات میذاریم آخر فعل، میبینمت، تو را میبینم. بنابراین این فعل دیدن در واقع کسی رو میبینی، چون یه خانومی را که مثلا یه کاری داره میکنه میبینی، و این دیدن نشون میده که ما فعل رو میخوایم. بنابراین خوبیش اینه واسه این حالت، در واقع این حالت نومیناتیو هست، این چیزی که گفتیم اگه گرامرش رو میخواید، این حالتی که ما میخوام بگم الان آکوزاتیو هست، یعنی فراو هیچ تغییری نمیکنه. در واقع من میتونم اینجا اینو کپی کنم، کار خودم راحت کنم، اینجا پیست کنم، خداحافظ. داس کین داس هیچ فرقی نمیکنه. خب اینم در واقع فعل میبره آخر، ورب. کپی کنم، کپیرن، اینفوگن، اینفوگن یعنی پیست، پیست کردن، رونوشت و نمیدونم برش و هم چیزایی، خلاصه. نه برش، اوسشنایدن، اوسشنایدن یعنی کات. خب ببینید، فقط در محالت مرد گونه بودن هست، یعنی اگه مردی رو من میگم درمان، درمان اولش هیچ فرقی نمیکنه. ببینید اینجا درمان، به خاطر این روه، این روه، چون شما یک کسی رو میبینید اینجا نمیشه در، بلکه میشه دن، تموم شد. این دن معنی چی میده؟ معنی که میده، بازم فعل میبره آخر. بنابراین میبینید که چقدر در واقع آسونه. حالا میریم سراغ داتیف. بعضی مواقع میگی مردی را که،
مردی که یا مردی رو که این روه رو میگیم، ولی بعد از که میگیم بهش کمک کردی. مثلا مردی که بهش کمک کردی دوز بود. وای. مردی که باهاش صحبت کردی پدر من بود. هم چیزی. بهش. مردی که یا مردی رو هم ممکنه بیاد اینجا تو فارسی، ولی نیاز نیست واقعا بیاد. ولی پشت بعد از که یا بهش داریم یا ازش داریم یا براش داریم یا باهاش داریم، هم چیزایی. به اینا تو فارسی میگن مفعولای بی واسطه یا متمم. اگر شما این سه قاعده رو یاد بگیرید توی زبان آلمانی، هر زبان دیگه ای رو بخواید برید یاد بگیرید، این قاعده رو بفهمید، میبینید اه زبان چقدر آسون شد. خب حالا اینجا دقت کنید، درمان اولش هیچ فرقی نمیکنه. درمان، خب کما خط فاصله، اینجا دی فراو کما خط فاصله، اینجا داس کیند کما خط فاصله. خط فاصله همون لرت سایشن بهش میگن، لرت سایشن اون دکمه تقریبا بزرگ روی کامپیوترها، اونو میگن لرت سایشن، یعنی اونو بزنیم لرت سایشن میاد خط فاصله. خب درمان، در تبدیل میشه دن، در واقع در این دنه دیگه ما نه در داریم نه دن داریم، در واقع میشه دم، داتیف میشه. مردی که بهش کمک کردی پدر من بود، مثلا دم میشه. این که دم معنی چی میده؟ معنی که میده دیگه، نمیگیم داس. و بچه هم بچه ها هیچ تغییری نمیکنه، داسکیند هیچ تغییری نمیکنه، داسکیند دم. بچه‌ای که بهش کمک کرده بودی مثلا بچه فلانی بود، داسکیند دم. خب دم معنی که میده، برمیگرده به بچه. با اینکه برمیگرده بچه، چون بهش کمک کردی دم داره. و فراو زن میشه مرد، دی فراو در. خیلی جالبه، مرد اینجا میگه دی فراو زن نیست، کش میشه مرد. در واقع داتیو زن رو تبدیل به مرد میکنه. و مرد رو مثلا اگه مرد دن بخواد، یه ان دیگه انگار اضافه میشه، مثل ام میشه. دوتا ان، ببینید این دوتا ان انگاری من بنویسم ام. و بچه هم به همین ترتیب مثل مرد هست، یعنی خنسا و مردگونه مذکر دم میگیرن. حالا من با اینا میخوام جمله بسازم. بیام اینجا جمله بسازیم. در من در اونجا وایساده، در من در داشتت اونجا وایساده. ببینید اونجا وایساده گفتم، در من در فعل برده چی؟ آخر، یعنی شتت رفت آخر. در من در داشتت، دیگه نمیگیم در من در شتت دا، شتت نمیاد اینجا دوم، میره آخر. در من در دا شتت کما. خب اینجا دیگه کل اینو میگیریم یه جمله. جمله بعدو که میخوام بگیم مثلا پدر منه، مادر منه، پدر حالا پدر منه، برادر منه، اینا با فعل شروع میشه. یعنی اینو جمله جایگاه یک در نظر بگیرید، فعل میاد اینجا، این فعله با رفع آخر دیگه، این تموم شد. حالا فعل میاریم، در من در داشتت ایست ماین برودا، برادر من. دی فراو دی دا زیتست، که اونجا نشسته، نمیگیم زیتست، ای نداره، وقتی نشسته باشه زیتست، ای داره. دی فراو دی حالا دا زیتست کما، یعنی فعل برد آخر این دیه که معنی که میده، بله زیتس رفت آخر، یعنی نمیام زیتسو بیارم قبل از دا. هرچی هم این وسطش بیاد، دا مثلا نمیدونم فلان جا، هر چیزی دیگه وسطش بیاد، فعل میره آخر. دی فراو دی دا زیتس ایست نیشت ماینه موتا، مادر من نیست. داسکین داس دا شلفت، حالا نمیگیم داسکین داس اوف دم بت شلفت، اوف دم بت تو تخت خوابیده، شلافن ای انش هست میشه ت میگیره، آ تبدیل میشه به ای، شلفت ای هست اینا. داسکین داس اوف دم بت شلفت کما ایست ماین کیند، بچه منه. مردی رو که در من ده، حالا میخوام با اکوزاتیو بگیم، که تو میبینی، که مردی رو که تو میبینی، که تو اونو میبینی، مثلا در من دن
دن که مردی روکه دن دو زیست خب زن زن اینش تایز میشه ت میگیره ای ای تبدیل میشه به یه ای بهش اضافه میشه زیست میشه در من دن دن مردی رو این رو دو زیست که تو میبینی خب فعل رفت آخر فعل چی بود؟ فعل زی زیست زیت هست دو زیست است میگیره در واقع در من دن دو زیست است ماین فادر پدر منه خب در من بعدش دن مردی رو که دن معنی که میده اینجا دو دیگه بعد از دن فعل نمیاد اینجا دو زیست دن زیستو نه دن دن فعل میبره آخر که بعدش که تموم شد کما میذاریم جمله بعدی که میخوام بگیریم فعلش میاد اول چرا چون ما این رو در مورد یه جمله در نظر میگیریم انگار که یه جایگاه در نظر میگیریم این همه اینو و جایگاه فعل دوم ایستش میاد بعد از کما این خیلی مهم است خیلی 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 سه امتحان هم مهم است خب دی فراو دی دو زیست هیچ فرقی نمیکنه انگار که آکوزاتیو باشه دی فراو دی دو بگیم خانومی که خانومی رو که تلفن میکنی ببینی باید خیلی دقت کنیم بعضی مواقع تو آلمانی ما میگیم خانومی رو که تلفن میکنی ولی توی فارسی میگیم با خانومی که تلفن میکنی یعنی با داره خانومی که باهاش تلفن میکنی تو فارسی اینجوری میگیم حالا تو آلمانی باید بگیم دی فراو دی دو خب حالا اینو نگیم اینو من بعدا بهتون میگم در واقع باید فرض رو بر این بذاریم که دوتا زبان مثل هم که نیستن یه زبان آلمانیه بهش میگیم یه زبان بهش میگیم فارسی بنابراین بعضی مواقع مفعولای مستقیم که رو میخوان توی آلمانی ممکنه غیر مستقیم یا به بخوان یا از بخوان یا زمانی که تو آلمانی توی فارسی بهش بگیم مثلا ازش بگیم یعنی من تو فارسی من به شما میگم من ازت سوال میکنم ازت در واقع داتیف هست ولی تو آلمانی میگی من تو را سوال میکنم من تو را نمیگیم از تو بنابراین باید اینو یه سری فعلا هستن که آکوزاتیو میخوان یعنی رودار هستن ولی تو آلمانی بیدار میشن ازدار میشن براش برای دار میشن بادار میشن خب اینا باید دقت کنیم چند تا فعل هست مثل مثلا آنروفن من به تو تلفن میکنم تو آلمانی باید بگی من تو را تلفن میکنم خانومی را که تلفن که تو تلفن میکنی خانومی را که تو تلفن میکنی دی فراو دی دو آنروفست ایس ماین موتم زوم بایشپیل خب باعث داستم که هیچ تغییری نمیکنه در واقع اینجا فقط اینجا مهم این است که حالت آکوزیو در میشه دنی واسه امتحان خیلی مهم است واسه صحبت هم خیلی مهم است خب حالا چون وقت اجازه نمیده من این بخش رو ادامه میدم در درس بعد اینجا جمله میسازیم واسه این که شما هم یه تمرین داشته باشید اینجا بزنم آفگابه بگید با آکوزاتیو هم بگیم که هر دو رو بگیم حالا مردم بگم بگیم پسری را که اول بگیم پسری را نگیم اول بگیم پسری که داره آلمانی صحبت میکنه برادر منه خب حالا بگیم پسری را که تو دوست داری پسری را که تو دوست داری دوست پسر منه خب اینم دوتا تمرین واسه شما یک و دو جواب تمرین رو همیشه توی یا تو فیسبوک یا توی یوتیوب میبینید یا توی خود سایت زیر هر ویدیوی کامنت باکس هست شما میتونید کامنتتون رو از طریق فیسبوک یا یاهو نیاز به ثبت نام هم ندارید اگر یک اکانت دارید یاهو یا اکانت دارید فیسبوک میتونید مستقیم بذارید کامنتتون رو که راحت باشه دیگه نخواهید ثبت نام کنید تو سایت این دو تا افکار خیلی مهم هستن خیلی هم دوست دارم ببینم شما چیکار میکنید اینجا ich wünsche ihnen alles gute ich wünsche ihnen alles bestens bis die nächste lektion tschüss